تصویب قانون بحث برانگیز اصول تقویت احترام به ارزش‌های جمهوری یا مبارزه با اسلام جدایی طلب واکنش‌های خشمگینانه ای را به دنبال داشته است. هیئت مبارزه با تبعیض در فرانسه این قانون را نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی مسلمانان در فرانسه دانست و تأکید کرد که به مبارزه با این قانون از طریق سازوکارهای قانون اساسی در کشور ادامه خواهد داد. از سوی دیگر فیلیپ مارلیر، استاد علوم سیاسی در کالج دانشگاهی لندن، در توییت این اقدام را ناقض آزادی‌ها در فرانسه توصیف کرده و گفت این قانون مسلمانان را هدف قرار می‌دهد و به همین دلیل توجه چندانی به آن نمی‌شود و خیابان‌ها شاهد هیچ‌گونه تظاهرات علیه آن نخواهند بود. ماتیو ریگوست، پژوهشگر فرانسوی، نیز این قانون را معادل قوانین نژادپرستانه در تاریخ سرمایه‌داری می‌داند که شکاف اجتماعی را تقویت می‌کند. کوسر هرشی، نویسنده و جامعه نویس، در این باره گفت در این قانون ادعای مدیریت ناپذیر بودن مسلمانان به رسمیت شناخته شده و هدف آن حذف مسلمانان از جامعه است. جنبش ضد اسلام حراسی هم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این قانون در سکوت تصویب شده و این پرسش را مطرح کرده که آیا مقام های عالی قضایی در فرانسه از آزادی مسلمانان حمایت خواهند کرد؟ 23 ژوئیه گذشته پارلمان فرانسه سرانجام پیشنویس قانون اصول تقویت احترام به ارزش‌های جمهوری را تصویب کرد.